عرض سلام و با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا به ادامه تشریح آیه شماره 111 از سوره دوم قرآن می‌پردازیم. در ارتباط با این آیه اشاره شد به ادعاهای بی ارتباط به دین و بی استناد به کتاب در طول تاریخ که موجب انحراف و انزجار از دین اصیل توحیدی شده است. در طول تاریخ پیوسته و دائم والیان دین و کسانی که دین رو در زندان طمع و تکاسر خودشون اسیر کردن، آمال و نظریات و هوس‌های بی‌پایه و دسیسه‌های غیر اخلاقی خود رو به نام دین و خدا بر مردم تحمیل می‌کنند و با نشر خرافات و ترویج خشونت و پخش خوف و وحشت در بین مردم در مقابل منطق کلام و منطق تعقل مانع می‌شوند و در طول تاریخ بشر نسل حکمت رو در نسل بشر تغییر دادند و راه تحقیق و مجاهده رو به طریق تقلید و تحمیق تبدیل کردند و تنزل دادند. قرآن در این زمینه به ما میگوید در هر مورد که هر کس راجع به دین و کتاب اظهار نظر کرد، از او و از سازمان او و از حکومت او سند و مدرک و مبانی اتکا و طریق اثبات، روش استناد و ارائه مستند بخواهید و جمع این امور در قرآن در قالب واژه برهان نهاده شده. مدعیان میگویند بهشت و امکانات و امتیازات آن محدود و مختص است به یک صنف خاص، به یک طبقه ویژه، و اصل وجود بهشت به اساس وجود تبعیض و برتری یعنی جهنم است. یعنی در واقع در بیان اینها بهشت همون جهنم است. این نگرش اساس همه اختلافات بشر و مانع حصول امنیت و مودت و عدالت و برادری در جامعه بشر در همه طول تاریخ بوده است. اساس باور به برتری و اقتدار بر اساس عدم احساس امنیت و عدم باور به قدرت خدا و عدم باور به منافع و منافع عدالت است. یهود و نصارا دارای آرزوهای باطلی هستند بنا به گفته قرآن، که سعادت آنها در انحصار داخل شدن و ورود به باغ امنیت و آسایش است و اینها تنها در سایه عدم امنیت دیگران احساس امنیت میکنند. آرزو و آرمانهای هر کس تابع نحوه رسیدن او به موضوع رفاه و امنیت است. تصور مدعیان بر این است که رسیدن به آرزوهای ایشان ضامن امنیت است، حالانکه آنچرا که ایشان امنیت می دانند در واقع اسباب ظلم و وحشت در دنیا است. خفقان رو ما معمولا با صلح اشتباه می کنیم و سکوت مرگ رو و بی‌عدالتی کامل رو با امنیت اشتباه می کنیم
وقتی نفس از کسی در نمی آید، وقتی حیات متوقف شده است، می گوییم امنیت به وجود آمده است. امنیت یعنی عدم وجود خشونت، عدم وجود ظلم و ستم و بیداد، اون امنیت است. یعنی شما آزادی بیان داشته باشی، آزادی تولید داشته باشی، آزادی دوست داشتن، آزادی فکر کردن، آزادی تصمیم گرفتن، آزادی انتخاب حاکم کردن، آزادی گزینش و تقنین قانون، اینها میشه امنیت. موضوع اصلی در این آیه باور به اصل و اصالت عدالت اجتماعی و تعمیم نعمت و در واقع قبول کردن این است که امنیت در جامعه به وجود نمی آید مگر اینکه عدالت در جامعه باشد، و عدالت در جامعه به وجود نمی آید مگر اینکه امنیت باشد. تلازم متقابل اینها باید مورد نظر و مورد تحقیق قرار بگیره. یعنی عدالت پایه امنیت است و هرگز امنیت در سایه ظلم و تبعیض و برتری حاصل نمی شود. یعنی بهشت زمانی دارای مفهوم می شود که متعلق به همگان باشد و در واقع جواز ورود به بهشت باید اخلاق و عدالت باشد. اما اگر بهشت به شکل خانه اختصاصی ظالم و ستمگر در بیاید و شرط ورود به آن برتری نوع بشر بر نوع بشر باشد، خود به خود بهشت به جهنم تبدیل شده است. موضوع برابری انسان ها و برابری حقوق ایشان و برابری اونچه که به نام حق امنیت و حق حیات و حق بقا و حق آسایش و حق معاش از اون نام میبریم، اونچه که به نام حق شرافت، حق کرامت انسانی نام برده میشه، مجموعاً همه اینها در بهشت به نام، در قرآن به نام بهشت یا به نام جنت از اون نام برده شده و این شرایط فراهم نمی شود مگر آنکه شرط دخول و شمول به آن، یعنی شرط عدالت و رفع تبعیض، فراهم شده باشد. اما مدعیان چنین می انگارند به دروغ که باغ بهشت خانه تبعیض برای ستمکاران و برای دروغگویان و برای در واقع قدرتمندان است. سخن درباره آیه شماره 111 بسیار بیش از این است. قرآن میگوید که اون چه که اینها میگویند، تلک امانیهم، اینها آرزوهای واهی و بی پایه و اساسی است که در ذهن اینها به وجود آمده و اینها در این آرزوها و در این نیازها احساس امنیت میکنند. یعنی امنیت خودشون رو در جایی میبینند که بهشت اختصاصا مال اونها باشه، جهنم هرچی که هست مال دیگران باشه، و همین اندیشه و افکار و آرزوها رو در حد توان در همین دنیا اجرا میکنند. یعنی در این دنیا در قالب تشبیهات، اگر یک سوی این دنیا بهشت باشه، یک سوی این دنیا جهنم باشه، اگر مثلا آفریقا، اگر مثلا این 4 میلیارد آدم گرسنه اینها در جهنم باشند، اگر اون تعداد معدود و محدودی از انسانها که زندگی مرفه دارند در بهشت باشند، اینها اندیشه و آرزوشون این هست که بهشت مال این هاست، جهنم مال دیگران است.
اگر خوب توجه کنید به مفهوم این آیه که اینها میگویند هیچ کس به جنت وارد نمی شود، داخل نمی شود، مگر اینکه یهود یا نصارا باشد. هم مسیحی ها و هم یهودی ها هر دوی اینها میگویند که انحصاراً نوع زندگی بهتر و آسوده تر، جایی که مشخصات بهشت رو داشته باشد، این در انحصار ماست. یعنی ما بهشتی هستیم، شما چون بهشتی نیستید یک محل دیگر بیشتر وجود ندارد، پس جهنمی هستید. این مال اون دنیا، این دنیا هم که تدارک اون دنیاست، ما باید این همون دنیای دیگر رو در این دنیا مجسم بکنیم و ایجاد بکنیم. و همین علت هست که ما محیط زندگی شما رو تبدیل به جهنم میکنیم، برای اینکه برای ما بهشت به وجود بیاید. بهشت ما بر مبنای جهنم شما بنا می شود. بهشت ما شخصیت مستقلی ندارد که به خودی خود ایجاد بشود. هر وقتی که شما در جهنم بودید، ما در بهشت هستیم. این درست مثل همین روش دینداری ماست که ما هر وقتی که می خواهیم بگوییم که دین اسلام چیست، از دین اسلام ما چیزی نمیدانیم. ما بدیهای دین مسیح رو میدانیم، بدیهای دین یهود رو میدانیم. اونها هم همینطور هستند. از یک یهودی بپرسید که دین شما چه میگوید، هیچ اطلاعی از دین خود ندارد. اگر آدم معمولی باشد، اگر دانشمند باشد، اونچه که راجع به دین خود میگوید دروغ میگوید، چون او هم اطلاع ندارد، چون کتابی در دست ندارند، سندی در دست ندارند. یک تاریخ طولانی است که در افاق منتشر شده و خب قالب‌های مختلف، شکل‌های مختلف به خود گرفته. دین نیست. دین به معنای این که کلامی که از دهان رسول آمده و این کلام باید کلام انزالی و وحیانی باشه و این کلام باید محفوظ باشه و این اون کلام که به گوش او رسیده امروز از دهان او به گوش من و تو برسد. این میشود دین. شایعات، تاریخ، اظهار نظرها و این حرفهایی که در طول چندین هزار سال گفته شده نمیتواند اصالت و استناد دینی داشته باشد. و این افراد میگویند که اون چی که ما داریم دین است و از دین خود هیچ نمیدانند. دوستی با دین خود ندارند، اما دشمنی با دین دیگران دارند و این در تمام دینها یکسان است. ما مسلمانها از اونها بدتر هستیم. ما از دین خودمون اطلاع نداریم، ولی از اشکالات دین اونها با اطلاع هستیم. ما شرک رو در دین خودمون نمیبینیم، ولی شرک رو در دین اونها میبینیم. ما قبول نداریم که مسیح الوهیت نداره، که نداره، اما ما برای امامهای خودمون الوهیت قائل میشیم. ما قبول میکنیم که هیچ انسانی نمیتواند دارای عصمت باشد. عصمت به معنای اینکه معصوم باشد، یعنی قدرت فعلیت انجام گناه رو نداشته باشد. معصوم به این معناست که دور باشد و عاجز باشد از انجام گناه. این میشود معصوم. ولی اگر کسی گناه نکند و بتواند که گناه بکند، این می شود متقی. معصوم کسی است که نه گناه می کند نه می تواند گناه بکند. یعنی ما به خدا اشاره می کنیم. این نوع عصمت در انحصار خداست. این بالاترین مرتبه الوهیت است که به مراتب از فرزند خدا بودن عیسی بیشتر مشرکانه است. ما اون رو نمی بینیم، اما شرک مسیحیت رو می بینیم، شرک یهودیت رو می بینیم. عزیز الله، عزیز یعنی فرزند خدا در آیین یهود، اون رو می بینیم، مال خودمون رو نمی بینیم. ما ایراد وارد می کنیم به یهود که چندین هزار سال است که منتظره ظهور حضرت موسی و برگشت حضرت موسی هستند، که وقتی بیاید گروهی از یهودیان معتقد هستند که اون وقت باید رفت و سرزمین فلسطین امروز را آزاد کرد.
اون رو ما میبینیم به عنوان یک امر غیر منطقی و بی حکمت که چطور یه آدم میتواند که چند هزار سال زنده باشد، یا ما چطور میتوانیم ببینیم که کسی عمر جاودان داشته باشد و آسمان ها پرواز کرده باشد، هنوز دارای جسم باشد و هنوز موجود باشد و هنوز معاونی به نام پاپ داشته باشد و او نماینده مسیح باشد و به جای مسیح سخن بگوید و با مسیح مشورت کند. اینها رو همه رو میبینیم و ایراد میگیریم و درست هم ایراد میگیریم. اما وقتی به خود ما مربوط میشود که پیراهن ما از همه اینها آلوده تر است، آلودگی خودمون رو نمیبینیم. در قرآن میگوید از اینها، این کسانی که تلکه امانیهم، آرزوهای اینها آرزوهای باطل و صنعتی خود ساخته است، برای اینکه معین بشود که این حرفهایی که اینها میزنند، افتراهایی که وارد میکنند، ادعاهایی که میکنند، استنادهایی که میزنند، دروغهایی که میگویند، قرآن در اینجا یک نسخهی میپیشد، یک داروی ارائه میکند، یک محکی نشان میدهد به من و تو که نه فقط به یهود و نصارا برای رفتن به بهشت و آرزوهای واهی و دروغهایی که خارج از حکمت است فقط به اونها اشاره نمی کنه، به هر کس که در موضع یهود و نصارا قرار بگیری، که امروز بدترین این مواضع مربوط به مسلمانان فرقه است. دروغهایی که میگویند، اتهاماتی که به قرآن میزنند، فجایعی که انجام میدهند و میگویند اسلامی است، همه اینها مشمول این قانون قرآن هستند. قل، بپرس، بگو، هاتو برهانکم، برهان شما کجاست؟ به کجا تکیه میکنید؟ به کجا استناد میکنید؟ سند شما کجاست؟ مدرک شما کجاست؟ این ادعای شما با کدام شاهد، با کدام سند، با کدام مدرک، با کدام قضاوت، با کدام دین، با کدام کتاب ثابت میشود؟ کجا نوشته که شما به بهشت میروید؟ از اونها بپرسید و از خودتون، از ما مسلمان ها بپرسید که کجای قرآن نوشته که یک کتابی به نام حدیث میتواند مطالبی داشته باشد که با مطالب قرآن برابری کند. مردم، سهل است نقص قرآن رو کامل کند، یعنی هر جایی که قرآن ناقصه اون حدیث کاملش، مثل نماز که خدا میگوید نماز کامل است، حدیث میگوید نماز بدون حدیث ناقص است. چرا؟ چون متن ندارد. متن شرط کمال است؟ خدا میگوید نه، حدیث میگوید نه، اگر متن نباشد کمال وجود ندارد. شما ببینید محاربه مستقیم با خدا بین کتاب حدیث و کتاب قرآن وجود دارد. قرآن میگوید هر کس در مورد دین، هر کس، حالا این در مثال قرآنی اشاره میکند به یک قوم معین و محدودی، اما اگر این مال 3000 سال پیش بود، 2000 سال پیش بود، در قرآن نمی آمد. به ما چه ارتباطی دارد که یهود و نصارا در مورد بهش چه فکر میکردند؟ خیلی آدم های دیگه هم هستند که افکار باطل تر از اینها دارند، به ما چه ارتباطی دارد؟ ما هر وقتی که قرآن رو باز میکنیم، اولین سوالی که میکنیم باید بگوییم که به ما چه ارتباطی دارد؟ مردم، نترسید، از قرآن بپرسید که خدایا این آیه‌ای که نازل کرده ای و به رسولت گفته ای که این رو تلاوت کند و خودت هم تعهد کرده ای که این رو تا امروز حفظ کنی و تا قیامت حفظ کنی، این همه زحمت کشیدی، خدایا به چه دردی میخورد این آیه تو؟
این همون حکمت است که قرآن میگوید، همون عقل است که قرآن میگوید. اگر عقلتو نپذیرفت، نپذیر، بپرس از قرآن که برای چه اینجا آمده ای، چرا در اینجا نوشته است که و قالو لن یدخل جنت الا من کانو هودن و نصار او نصارا، چرا نوشته این رو خدای در قرآن، به من چه مربوط است؟ خب نصارا هر چه خواستن گفتن، یهود هر چه خواست گفت، من چه کنم؟ یک مزخرفی گفتن، گفتن میخواییم همه برن بهشت، هر کسی یهود باشد، نصارا باشد، هر کاری کرده باشد، هر گناهی کرده باشد، بهشت در انحصار اونهاست، جهنم هم مال بقیه مردم است، هم در اون دنیا هم در این دنیا، و همین کار رو هم میکنند. به من چه ارتباطی دارد؟ خدایا من چه کنم؟ اگر این سوال رو از قرآن نکنید، هیچ وقت با قرآن معتصم و مرتبط و متصل نمی شوید. اما اگر از قرآن پرسیدید، اون وقت جواب میده به شما. قل، اینا الان به شما داره میگه. هر کس که در جایگاه و موضع این ادعا قرار گرفت، از او بپرسید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهان شما کجاست؟ اون روز میگفتن ما به بهشت میرویم، بقیه مردم یک سره به جهنم، اگر هم نرن ما خودمون جهنم درست میکنیم برای اونها، و میکنن، الان مشغول همین کار هستن. میگوید از این افراد، از اون کسی که یک زن بیدفاع بدبخت رو سنگسار میکنه برای اینکه ایجاد وحشت کنه، خوف برای اینکه ایجاد خوف کنه، برای اینکه ایجاد خرافات کنه، به این منظور دنبال بهانه میگرده. اگر هم یک وقتی در جای زندگی بکنه که زنی خطایی نکرده باشه، یک کسی رو به دروغ میگیرند و میگن خطا کرده. شما افغانستان رو به یاد بیارید، در چند ماه پیش اون دختری رو که گفتن قرآن رو سوزانده، که امروز ثابت شده که مسلمان بوده، مسلمان قرآنی بوده، پابند به قرآن بوده و معتقد و پاکدامن بوده، چون زناکار پیدا نکردن دیگه، حالا باید یک نفر بکشن، یک نفر بسوزانن، یک نفر سنگسار کنن که چه ایجاد بکنن؟ خوف، خرافه. خشونت. شما به تاریخ نگاه بکنید، ببینید در هیچ زمانی مبارزه با دین، با اصالت دین، از این مثلث خارج بوده یا نبوده. مثلث خوف، خرافه و خشونت. باید فرخنده رو هم سنگسار کنن، هم آتش سار کنن، هم چوب سار کنند، هم ده ها نفر انسان که چه عرض کنم، به هر حال موجوداتی با سنگ و مشت و لگد به جان او بیفتند و زنده زنده او رو در آتش بسوزانند، که چون قرآن سوزانده است. قرآن میگوید از این بپرسید که این حکم رو از کجا پیدا کردی؟ هاتو برهانکم. بنابراین داستان مربوط به 3000 سال پیش نیست، مربوط به 4000 سال پیش نیست. این داستان قرآن نیست که اگر کسی شب خوابش نبرد برای بچه ها قصه بگوید که بچه ها خوابشان ببرد. مبتدا، خبر، نتیجه، امر به تو. امر به تو عبادت است. خدا وقتی به تو میگوید قل، یعنی عبادت کن. اگر گوش ندهی و اگر اون چرا که او به تو فرمان داده است انجام ندهی،
تو عاصی هستی، تو طاغی هستی، تو فاسق هستی. عبادت نماز و روزه فقط نیست، عبادت اجرای هر امری است که در قرآن آمده و این امر است قل. به کی میگوید قل؟ به کسانی که 4000 سال پیش مردند؟ پس خود خدا هم صاحب حکمت نیست اگر این طور باشد. چه وقت ما دست از شوخی برمی‌داریم در ارتباط با قرآن، حکمت رو پیش راه خودمون قرار می‌دهیم؟ به کی میگوید قل؟ به اون یهودی که 3000 سال پیش رفته است؟ به اون مسیحی که 4000 سال پیش رفته است، هر چند هزار سال پیش رفته است، نیست در آن اینجا؟ یا به یهودی که الان این ادعا رو میکند؟ و فقط یهود این ادعا رو میکند یا تو هم این ادعا رو میکنی؟ هر کس که چنین ادعایی میکند که اولا همه خودتو هستی، مگر نه این است که فقط شیعه به بهشت میرود و سنی به جهنم میرود؟ مگر نه این است که فقط اهل سنت به بهشت میروند و همه شیعیان رافضی یک سر به آتش جهنم می سوزند؟ مگر ما عین اینها نیستیم؟ مگر ما همین چرندیات رو نمی گوییم؟ بنابراین قرآن با اونها حرف نمی زند. قرآن با کسی حرف می زند که مشغول خواندن قرآن است. اگر تو قرآن رو نمی خوانی که با تو حرف نمی زند، اما اگر تو قرآن رو باز کردی و آیه 111 رو از سوره دوم قرآن خواندی، قرآن با تو سخن میگوید. همین الان سخن میگوید، زنده سخن میگوید، 1400 سال پیش نیست، همین لحظه با تو سخن میگوید. قل هاتوا برهانکم. به کدام حکم پرخنده را میسوزانی؟ هاتو برهانه کن. به کی بگو؟ به اون حیوان درندهی که مشغول آتش زدن این حرف فرد هست، لااقل بفهمن مردم که این مسلمان نیست. این همه جنایتکار در دنیا هست، اون هم یکیش. اما این استناد و این بافت و این اتصال به قرآن رو از بین ببرید که قرآن اینجا متهم است که فرخنده رو سوزانده. این برگه ها کاغذ قرآن که مرکب است و کاغذ بیشتر اهمیت دارد، یا پیامبری که این قرآن از دهان او خارج شده؟ مگر نه این است که فضولات و خاکستر و آتش روی سر همین پیامبر می ریختند؟ مگر همین پیامبر نیست که بزرگترین خفت‌ها و تحقیرها رو به او وارد کردند؟ بزرگترین بی احترامی‌ها رو به او وارد کردند؟ کجای تاریخ شما می‌خوانید که پیامبر برای حفظ حقوق اسلام، سخن نمی‌گویم، برای حفظ حقوق خود او شخصاً، در تاریخ یک نمونه سراغ دارید شما که پیامبر از خودش دفاع کرده باشه، دفاع شخصی، از محمد دفاع کرده باشه، نه از رسالت؟ چنین چیزی در تاریخ نیست. چطور است که افراد حکم می دهند؟ چرا حکم می دهند؟ برای اینکه من و تو یاغی و طاغی هستیم، برای اینکه من و تو قرآن رو نخواندیم، برای اینکه من و تو تشکیل میلیون ها جمعیت نمی دهیم که در مقابل آتشخارها و آدمخارها و حیوانات وحشی که اون رفتار رو با فرخنده کردن، میلیون ها مسلمان بیستند و از این تعداد انسان گمراه بپرسند که هاتو برهانکم. قرآن رو به عنوان یک کتاب تاریخی و یک کتاب قصه جلوی خودتون نگذارید. قرآن رو به عنوان کتابی که با تمام اجزاء زندگی شما درگیره مورد مطالعه قرار بدید تا برای شما دارای معنا و مفهوم بشود. و قرآن
به اینها میگوید که شما دروغگو هستید، شما صداقت ندارید، شما استناد ندارید، میدانید که استناد ندارید، برای این هست که استناد نمی کنید، برای این است که دروغ میگویید، برای این است که پنهان میکنید. اون چیزی که شما دارید اعتقاد نیست، امانیهم، تأمین میکنید، وسیلهی برای ارضا و نیل به آرزوهای شیطانی خودتون، و آرزوهای شیطانی خودتون رو اسناد قرآنی و اسناد الهی و اسناد بهشتی معرفی میکنید. ظلم و ستم و تبعیض رو به نام عدالت میپندارید، میانگارید و نسبت افترایی به کتاب خدا و دین اصیل خدا وارد میکنید. قل، امر شده است در این آیه به شما که از این جامعه و از این ادعاهایی که میشود هاتو برهانکم، آقای داعش هاتو برهانکم، طالبان هاتو برهانکم، بن لادن هاتو برهانکم، این امر قرآن است. اتاق فرمان اگر بخواهید که به آیه شماره 112 اشاره کنید در متن صفحه، یا اینکه موکول به بعد بفرمایید، فقط اعلام میکنیم که با آیه شماره 112 وارد میشویم از سوره دوم قرآن. بلا من اسلم وجهه لله، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، هر آن کس که وجه خود را تسلیم خدا کند و صورت هستی و بود خود را برای خدا تسلیم و تقدیم کند، از پیش بفرستد، و هر آن کس که برای خدا محسن و نیکوکار گردد، برای او نزد الله اجر او موجود و محفوظ خواهد بود، نزد رب او، نزد الله، و برای او خوف و حزن نخواهد بود، برای او اندیشه وحشت، وحشت، خشونت، خرافه و خوف، وحشت، برای او اندیشه وحشت، اندیشه وقوع وحشت در آینده و حال نخواهد بود، و برای او حزن یعنی ندامت و پشیمانی
و تأثر از وقایع گذشته وجود نخواهد داشت. واژه وجه، وجه به معنای مجموع، مجموع جمع کل، جمع در برگیرنده، جمع محیط، همینطور به معنای مواجهه، روبرو شدن، مقابل شدن، برخورد کردن و به معنای صورت، به معنای جبهه خارجی، به معنای روش، به معنای روش صحیح، به معنای هدف، به معنای حرکت و اقدام برای روبرو شدن با مقصود، همینطور به معنای سمت و سویی که شخص به اون سو می رود یا دنبال می کند، به معنای روش، متد، طریق و نحوه، به معنای جهت و سمتی که شخص به اونجا نگاه می کنه، اون رو هم می گویند جهت. همینطور وجه به معنای ارزش و بها و همینطور به معنای ارتباط و دلیل، مثلا میگویند که به وجه سپاس چنین گفتم، یعنی که هم در ارتباط با سپاس، هم به جای سپاس، هم به دلیل سپاس. وجه هم معنی دلیل، هم معنی علت، هم معنی به خاطر و برای، و بالاتر از همه به معنای طبیعت و فطرت یک چیز و همینطور به معنای جوهر و در واقع مایه و اصالت وجود یک امر وجه نامیده میشه. واژه وحی در قرآن به درستی یکی از مهمترین و کاملترین و واسعترین واژه هایی است که شاید که لختی اگر در او مطالعه و تعمق بشود، چون بسیار هم در قرآن این واژه تکرار شده، خیلی فهم قرآن رو آسان میکنه اگر در مقدماتی کمی انسان دقت بکنه و به مفاهیم مختلف وجه آشنا بشه و به نوعی نصب العینش بشه مفهوم این واژه، بسیار کمک میکنه به فهم قرآن. وجه همینطور معنی بود و نبود میده، معنی هستی و نیستی، یا معنی یافت و دریافت میده، مثل این بیان حاج عبدالله انصاری که میگوید که الهی یافت تو، یعنی وجه تو، صورت تو، دیدن تو، جهتی که تو هستی یا به اون جهت نگاه کردن، الهی یافت تو آرزوی ماست، الهی دریافت تو، که دریافتم باز معنی وجه میده، یعنی هم یافت معنی وجه میده، هم دریافت معنی وجه میده، که الهی یافت تو آرزوی ماست، الهی دریافت تو نه به بازوی ماست. در اینجا به دو شرط مرتبط با هم اشاره می کند که یکی شرط به چگونگی و درجه شرافت، درجه شمول، قدر و میزان و کیفیت و کمیت و هدف و چرایی و تسلیم در واقع هست. همه اینها معنی وجه میده، یعنی همه آنچه را که شخص از هستی خود آگاهانه یافت و دریافت می کند، هر چه که ما در خودمون می بینیم و پیدا می کنیم و فکر می کنیم که ما آن هستیم، همه آن را طبق شرایط دهگانهی که خواندیم تسلیم الله می کند.
یعنی وقتی در اینجا میگوید که بلا من اسلم وجهه، آری هر که تسلیم کند وجه خود را به الله. این که اینقدر توضیح میدهم به خاطر این است که نمیخواهم که بعد از این وجه رو معنی کنم، که معنیش ناقص خواهد بود اگر هم بخواهیم به کلیات اشاره بکنیم، که باز همین مقدار وقت خواهد بود گرفته خواهد شد. اما اگر ما معنی وجه در جانمون بنشینه و یکی دو مرتبه ضبط شده این برنامه رو بشنویم و مفهوم وجه رو در جان خودمون بپذیریم و نصب العین کنیم، اون وقت هر وقت به این واژه برمیخوریم خیلی شناخت قرآن و فهم قرآن آسان و شیرین خواهد شد. اون چی که وجه معنی میده، یعنی اون چی که هست و اون چی میتواند باشد و اون چی که ما تصور میکنیم که هست، ممکن است باشد، ممکن است نباشد، و اون چی که ما تصور میکنیم که خواهد بود، که ممکن است باشد، ممکن است نباشد. اندیشه شخص در اینجا قائم و قائل بر تشریح مفاهیم این واژه است که شخص با تمام وجود، با تمام وجود، تمام هستی متصور خودش رو در جزء و در کل، در اصل و در خیال، در ظاهر و در باطن، در موجود و در مستعد، اون چه که فکر میکنه که داراست یا دارا خواهد بود یا میتواند دارا بشود یا باید دارایان بشود، همه اینها رو در جمع وجه میگوییم. بلا من اسلم وجهه، آری هر که وجه خود را تسلیم کند. به چه کسی تسلیم کند؟ یک انحصار در اینجا مطرح می شود، لله. وجه خود را در ارتباط با خدا و برای خدا. یک توضیحی هم بدهم در مورد لله، که ما وقتی که می گوییم که برای خدا، یعنی متعلق به خدا، و خدا را در اینجا در واقع در مقام مالکیت قرار می دهیم، یعنی می گوییم که، البته این اشتباهه، که ما این کار رو برای خدا می کنیم. در واقع در این نوع مالکیت ارادی که ما به وجود می آوریم برای خدا، یعنی تا این لحظه‌ای که من اراده نکردم که وجه خود رو مملوک خدا بکنم، خدا مالکیتی نداشته. توجه کنید به جزئیات ظریف این موضوع. یعنی اگر ما بگوییم که ما وجه خودمون رو لله، لله یعنی برای خدا، معنی لغوی لله، یکی از معانی لغویش برای، به خاطر، یعنی این یک شرط در واقع تملیک داره، یعنی ما خدا رو در اینجا به وسیله تسلیمی که می شویم، وجه خودمون رو از طریق تسلیم به تملیک خدا در می آوریم. یعنی خدا قبل از اینکه ما تسلیم بشویم مالک وجه ما نبوده، اما ما به وسیله تسلیم خدا رو مالک بر وجه خودمون می کنیم. دقت می کنید؟ در صورتی که مفهوم واقعی این است که بلا، آری من اسلم وجهه، هر که وجه خود را در ارتباط با خدا، در ارتباط با خدا تسلیم کند، یا در راه خدا تسلیم کند، نه برای خدا. کسی نمیتواند برای خدا
چیزی رو بدهد، بگیرد، کاری بکند. و این اشتباهات کوچکی که به صورت ادواری و به صورت سنتی در ذهن ما کار گذاشته شده که این کار رو برای خدا بکن، نه، این کار رو برای راه خدا کن، این کار رو برای تطبیق با راه خدا. و راه خدا قرآن خداست، قرآن خدا کلام خداست، کلام خدا امر خداست. برای اطاعت از امر خدا تسلیم شو. ما چگونه با خدا تسلیم می شویم؟ این همه که ما میگوییم مسلمان هستیم، مسلمان چه کسی هستیم؟ میگویند مسلمان خدا هست. نه، ما مسلمان خدا نمیتوانیم باشیم. ما تسلیم خدا نمیتوانیم باشیم، چون شما خدا رو، من و شما خدا رو نمیشناسیم. خدا در حیطه تصور و تخیل و تعقل انسان نمیآید. هر چیزی که ما از خدا بسازیم بنده خداست، بنده ماست، مخلوق ماست، ما خالق اون هستیم. بنابراین ما چطور میتوانیم با یک وجود ناشناس و ناآشنا و ناپیدا تسلیم بشویم؟ چه چیزی رو تسلیم میکنیم؟ تسلیم یعنی دادن، پرداختن. یک عملی رو شما انجام میدهید یا یک چیزی رو به کسی میدهید. تسلیم یعنی خواهیم رسید، یعنی واگذار کردن، یعنی دادن، یعنی از خود جدا کردن، یعنی ایثار کردن، یعنی گذشت کردن، یعنی پرداختن، یعنی دست شستن، یعنی در خدمت بودن، یعنی اطاعت کردن. خب ما وجه خودمون رو، دار و ندار، بود و نبود خودمون رو تسلیم میکنیم، میبخشیم، میدهیم، در اختیار میگذاریم نسبت به الله. مگه ما الله رو میشناسیم؟ مکانیسم تسلیم بسیار مهم است که در تاریخ هم از قلم افتاده، که ما چطور تسلیم میشویم. ما تسلیم خدا هستیم. تسلیم چه چیز خدا هستی؟ کی خدا رو دیدی؟ از کجا میدانی که این عمل تسلیم است؟ از کجا میدانی که این عمل نکند، خدایی نکرده، طغیان باشد؟ با کدام خدا در ارتباط هستی؟ مگر خدا میتواند که در عقل آگاه انسان جا بگیرد و انسان با او در تعامل باشد؟ تسلیم نوعی تعامل است. چطور شما با خدا تعامل میکنید؟ چه چیزی به خدا میدهید؟ خدا رو کجا پیدا میکنید؟ این عرایضی که میکنم به خاطر این است که خودم متوجه بشم که چقدر از حقیقت قرآن دور هستم. تسلیم به معنای سلامتی، به معنای درستی، به معنای امنیت، به معنای سلامت، به معنای آزادی، مسئولیت، فرار، نجات، سلام گفتن، اعلام صلح کردن، اعلام تسلیم شدن کردن، طلب سلامتی کردن، بخشیدن سلامتی به دیگری، تبریک و تهنیت و بزرگ داشت، تحویل دادن و جدا کردن و رها کردن و دست شستن، انجام تعهد، صلح خواستن، صلح آوردن، از قبل فرستادن، تقدیم کردن، پیشکش کردن، اخلاص کردن، انسانیت، اطاعت، تلفیق، استغفار، بازپس دادن، گذشت کردن، در تندرستی و صحت کامل بودن، بی نقص و بی عیب بودن، ملایم و دوست داشتنی و لطیف بودن، مجلل و با شکوه ایجاد رابطه کردن و چندین لغت دیگر که همه اینها در فرهنگ لغات و لغات جزئی از مفاهیم مصطلح مرتبط با ریشه سلمه در زبان عربی است. در قرآن میگوید بلا،
من اسلم وجهه لله. هر آن کس، آری چنین است، هر کس که همه بود و نبود خود رو از خود جدا کند و از او هیچ نخواهد. فرق تسلیم با تعامل در این است که در تعامل شما می دهید، چیزی می گیرید. در تسلیم شما چیزی ندارید که بگیرید، چون همه خود رو داده اید. توجه کنید، در تعامل شما یک شیعی رو می دهید، یک چیزی رو می دهید، یک موضوعی رو می دهید، معامله می کنید. تعامل است، دو عمل در مقابل هم قرار می گیرد. تقابل دو عمل رو می گویند تعامل. یک عملی شما انجام می دهید، یک عملی در تقابل دریافت می کنید. داد و ستد عمل هست تعامل. تسلیم یک تفاوت عمده‌ای که با تعامل دارد این است که در تعامل شما 10 دلار دارید، به عنوان مثال 5 دلار این رو تعامل می کنید، 5 عدد نان می خرید. شما هنوز با 5 دلار باقی هستید که می توانید 5 عدد نان دریافت کنید. تعامل می شود. شما در تسلیم چیزی به جا نمی گذارید که بتوانید تعامل کنید. کس دیگری به جا نیست. هر چه داشته اید و نداشته اید، پرداخته اید و تسلیم کرده اید. چه چیزی می خواهید دریافت کنید؟ پایگاهی ندارید شما، قالبی ندارید، ظرفی ندارید برای دریافت هر چیزی که خدا به شما می دهد. تسلیم یعنی استحاله، یعنی فنا شدن و بقا شدن در آن که به او تسلیم می شوید. یعنی نوعی تملیک می کنید، ملکیت خودتون رو به دیگری واگذار می کنید. بالاترین عبادت تسلیم است، به نحوی که شخص از خود تهی می شود و هیچ چیز در این سوی تعامل به جا نمی ماند. هیچ می شود، نیست می شود، بی وجود می شود و مثل رودخانه‌ای که در دریا می ریزد، همه وجود او تبدیل به دریا می شود. همه وجود او تبدیل به مالک می شود و از مملوک هیچ به جا نمی ماند، مستحیل در مالک می شود. این واژه وجه و تسلیم در کنار هم بیانگر این حقیقت است که کسی که تسلیم الله می شود، وجه خود رو به تسلیم می گذارد در ارتباط با خدا. ما چطور با خدا مرتبط می شویم؟ از طریق حبل الله. حبل الله چیست؟ قرآن. قرآن چیست؟ فرمان خدا. رابطه ما با فرمان خدا چیست؟ اطاعت از اون. تسلیم یعنی اطاعت مطلق، مطلق و بدون قید و شرط از فرمان خدا، به تمامی وجود و به تمامی توان و به تمامی استعداد و به تمامی امکان. وجه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، هم تسلیم بشود، هم مسلمان بشود، هم محسن بشود. فرصت این نشست ما در اینجا به پایان میرسد. ساعت‌های طولانی است که با شما بودیم. من معتقد هستم که همینقدر که گفتن این مطالب استهلاک انرژی به وجود می آورد و روحاً نه ولی جسماً خوب انسان فرسوده می شود، به علت این که بالاخره ما در یک قالب جسمانی زندگی می کنیم. من تصور می کنم به همین اندازه هم برای بیننده هایی که
به دقت به جز جز این سخنان توجه و عنایت میکنند، برای اونها هم همین خستگی دلپذیر رو فراهم میآورد. و امیدوارم با استراحت کوتاهی برای دیدار فردای یکدیگر آماده باشیم. فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. در جلسه آینده از آغاز سوره دوم آیه 112 آغاز کلام می کنیم و مطالب دیگری رو از این آیه استخراج می کنیم. تا آن زمان فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و سرمولند باشید. خدا یار و نگهدار شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.